ما چند وقت است که خودت دنبال میکنم، میبینم هلند، جرمنی و خیلی شهرها را رفتی و فیلم حسن اونجاها به نمایش گذاشتی. استقبال مردم چطور بود از فیلم حسن؟ دوست بسیار عزیزم، استقبال مردم خود بدون شک بسیار زیاد بوده. این تکلیف شبانه روزی تیم ما بوده که حسن در مدت 16 ماه ساخته شد. یک فیلمی که بیانگر واقعیت‌های عینی جامعه ماست، دردهای مشترک ماست، برای آشتی ساخته شده، برای این ساخته شده که هنوزم با وجودی که فیر است، انفجار است، انتحار است و تخم نفاق پاش دادن، عشق است به این سرزمین. هنوزم هزاران جوان ما عشق به وطن داره، عشق به وحدت داره، عشق به همبستگی داره و از تعصب نفرت داره. فیلم حسن بیان کننده چنین واقعیت هاست. مردم دیدن ویرجینیا، کالیفرنیا، کانادا، هامبورگ، هالند، کشورهای اروپایی، ممیاله که در وین استم، در ویانای اتریش که راک پروڈکشن مسئولیت فیلم حسن برگزاریش در اروپا داره. ما تشکر میکنم، بسیار استقبال مردم خوب است. در هر شاری که میری وقتی که فیلم خلاص میشه میبینی که اسماعیلی، هزاره، ازبک، پشتون همه ایستاد است و عشق میریزانن و یکی دیگر در آغوش میکشن. و این موفقیت فیلم حسن به همه گی تبریک میگم که به یک پیام انسانی داره. بسیار بسیار خوب است استقبال مردم. ما تا جایی که متوجه شده میبینم فیلم حسن نشانگر سربریده شدن تبسم بود و شما ایرم حتی در این فیلم جای دادین. این ایده از کجا آمد؟ چطور آمد؟ اصلا در کل بسیار چیزایی است که در فیلم حسن از سربریده شدن هفت مسافری که در اوج اتفاق افتاده بود، یک تج به او آمد با تظاهراتی که مردم کردن و حس دردای ماست و حقیقت هایی که گذشته. چون سینما خودش یک آینه است و بیان کننده واقعیت هاست. در فیلم حسن همه چیزی که میبینین، بسیار چیزا رو میبینین، درامه خانوادگی رو میبینین، دردای ما. خب در افغانستان خب فیر است، انفجار است، انتحار است، ما فرار کردیم، رفتیم، مهاجر شدیم، بدبخت شدیم، در دیگر کشورها رفتیم. اینجا ما چی مشکلات را داریم؟ در کل قصه های زندگی ماست. از من همونطور که در تریلر فیلم میگم، حسن قصه من و تو و هزاران هموطن ما. حسن تصویر ما در وطن دردیده و رنجیده ما در کل. یا مثل که یک دیالوگ دیگه است در تریلر که میگم که ما یک مادر خدا به خاک سپردیم و دیگه شهر ها کلا میرم. افغانستان عزیز مادر همه ماست، مادر دوم ماست و ما مادر خدا دوست داریم. نمیشه که بگیم او افغانستان شهر وحشت، جنگ است و این مملکت به درد نمیخوره. خیر روزی اگر مادر ما زخمی شوه، مریض شوه، پدر ما زخمی و مریض شوه و ضعیف شوه، خیر ما پدر و مادر خود را رها کنیم و به او سپردیم؟ افغانستان همون تو در قلب ما جای داره و امیدوار هستم که از شعار بگذاریم، در عمل کار کنیم. یکی از چیزهایی که بسیار زیاد وقت قیمتی تانم میگیریم او مهم است، اول در روی تعصبگرا سیلی بزنیم. ای بسیار مهم است، بسیار بسیار در این حالات دشوار، در این فضای بسیار تنگ و تاریک و ابرالود، به این که یک امید باشه برای او مادرایی که فرزندایش از دست داده، برای او خواهرایی که برادرایش از دست داده و برای او برادرایی که خواهرایش از دست داده، به این که یک امید باشیم. نمیشه که بگیم همه چیز تباه شد و فنا شد و رفت. وظیفه ما چیز، ما خانو زنده هستیم، به این که امید بتیم برای مردم. سپاس ایمان عزیز. دوینم خودت اکران فیلم حسن داری، اگر برای بینندگان ما بگویی که اکران چی وقت است، در کجا است؟ فیلم حسن که مهمان محبت های راک پروڈکشن است و میلاد جان رشیدی که دوست بسیار نزدیک ما از بسیار سلام میشناسیم، اونا این فیلم بخیر اینجا بسیار در یک تالار خوب گرفتن که امین نامای اتریشی بسیار مشکل است. نام تالار ما شاید گرفتن تانم در صفحه فیسبوک مثلا، فیسبوک های ما فیلم حسن که دوستا سرچ کنن میان. انشالله در این مصاحبه ما را تک کنین. دوستایی که اگر آدرس ها را در وین کار داشتن در اتریش، روز شنبه است، تاریخ 17 امین نومبر که ساعت 5 بجه است، من منتظر دوستا هستم. از او راه های دور و دور آمدیم تا وین خود رساندیم. ای
من فکر میکنم مسئولیت وجدانی دوستای ماست که اگر وقت دارن مشکلی ندارن به این فیلم ببینن و این فیلم با سر بلند با خانوادهایشان ببینن. یک فیلم نیست که آدم با دختر خود، با خانم خود، با مادر خود این فیلم دیدن نداره. و ما امید میبرم که وین همونطور که اینجا در اروپا از فرهنگ و تمدن یک مرکزش هست، وطندارای ما نشان بدن که واقعا از تولیدات کشورشان حمایت میکنن و ما را تشویق میکنن. سپاس ایمان عزیز. از فیلم حسن که بگذاریم، وضعیت سینمای افغانستان خود چگونه میبینی؟ وضعیت سینمای افغانستان و نمون امنیت افغانستان از دیگر. فکر کنین که وقتی که شما آرامش نداشته باشین، سکون نداشته باشین، امنیت که یکی از چیزهایی که بسیار مهم است نداشته باشین، چطور موفقیت امکان پذیر است؟ چطور کار آسان است؟ که ای بدون شک که بسیار دشوار است دوست عزیزم، و از خداوند تمنا دارم که ای به خیر مشکلات ما حل شود. ولی این رقم هم خود نمیشن، ای زندگی ادامه دارد تا که تند از جان ماست، نفس میکشیم، باید کار بکنیم در هر بخشی که هستیم. اگر خیر ما میرسه برای یک هموطن ما، باید دست به کار شویم. و عقیده ما میست که با وجودی که فضا تنگ است، وضعیت سینمای افغانستان خوب نیست، ولی باید بسازیم. این جنگای لعنتی امو تاثیرات خود، تاثیرات بد خود گذاشته در هر بخشی بوده. اگر در آبادی وطن بوده، در از لحاظ فیزیکی بوده، از لحاظ فرهنگی بوده، این سلامای خود زده و ما مسئولیت داریم که او را باید ترمیم کنیم. چگونه میشه وضعیت سینما رو بهبود بخشید؟ خب یکی از طبقات یا فرهنگ یک کشور برمیگرده به سینمای کشور و این وظیفه فرد ما هست که حمایت کنیم. چگونه میشه این وضعیت سینما را بیرون کشید و به حد هالیوود و بالیوود مورد استقبال هموطنان ما قرار بگیره؟ حمایت مردمی پیشتر گفتی. مردم قدر زور داره که در پشتو که میگه در خلق و زور، در خدای زور، یعنی زور مردم آنموی اراده خداوند است. و ما اگر حمایت مردمی در پا مثل که هست با حسن، ما در هر شاری میروم، او باور کنین یکقدر مردم ما با غیرت و با شهامت و میمانواز هستن که ما او کلمات خوردی میکنه که برشان استفاده کنم به خاطر میمانوازیشان. مردم میتونه که تغییر به وجود بیاره اگر او در هر بخش وطن باشه. و اما تو در سینمای کشورم فیلم حسن به حد اونا تشویق کنن و این امکان پذیر است و تغییرات می و ما با آینده امیدوار هستم. سپاس ایمان عزیز. وقت برنامه بسیار کم است و پیام تاگه برای هموطنان ما بگی. پیام ما فقط صلح و آرامش است که به خیر در وطن ما بیه و بریزی باید کار بکنیم. این با آسانی به دست نمه قربانی هم دادیم. به این که شمع امید باشیم. همیشه باز جایی که میشینیم که اگر یک دوست ما در مورد تعصبات قومی گپ میزنه، بگیم که میشه برادر در مورد آشتی گپ بزنیم، در مورد برادری گپ بزنیم. به این که برادرمو گپای گذشته را فراموش کرده، به این که از حال آغاز کنیم، به این که یکی دیگر را در آغوش بگیریم، به این که یکی دیگر را شانه بتیم، به این که به درد یکی دیگر برسیم، به این که زخمای یکی دیگر را مرهم بگذاریم. تو هم زخمی هستی، من هم زخمی هستم. مثل که من در فیلم حسنم یک بخشش است که میگم که مردم افغانستان اکثریت قلبایشان سراخ سراخ است. در این قلبای سراخ شما هزارا و ازبک و تاجک و پشتون لطفا نپالید. تشکر. سپاس از شما. سلامت باشید. تشکر. خداحافظ. سپاس بینندگان عزیز هزارا ولد که با ما بودین. بازم یک بار دیگر تسلیت میگویم به خانواده شهدا، مخصوصا خانواده های اروزگان، جاغوری و مالستان. همچنان امید داریم که در این روزهای سرد و زمستانی آوارگان جاغوری و مالستان تنها نمانین و در حد توان خود بتانین به آنها کمک کنین. تا برنامه بعدی، خداوند یار و نگهدارتان. بدرود.